حقیقتا دست خداوند در طول تاریخ با ما ایرانی ها بوده، با ایران بوده. قبلا هم عرض کردم خدمتتون کتابی به نام کتاب ارمیا باب 49 اعلام میکنه که در روزهای آخر اون قدرت تاریکی که امروز ما میبینیم، قدرت تاریکی همین نظام اسلامی است که از 1400 سال پیش شروع شده و کشور ما رو نیز در تاریکی نگه داشته و نهایتاً 40 سال به اوج خودش رسید، خداوند ملت ما رو حفظ کرد، حتی زبان ما ایرانی ها رو حفظ کرد. پس تو هم وطن عزیزم از این شرایط استفاده کن، از این آگاهی، مبادا دوباره بریم در پنهان کار و اعمالی رو انجام بدیم که متعلق به ما نیست. از شما عزیزان مسلمان که خارج از کشور هستید عذرخواهی میکنم. باور کنید عزیزان، من از شما خیلی متأسف تر بودم. من بچه قوم هستم، پدر من اسلامی فکر میکرد، سیاسی اسلامی فکر میکرد، من به خاطر اسلام باور اسلامیم تیر خوردم. هموطن عزیزم، من کورکورانه به مسیح ایمان نیاوردم و امروز هم اینجا نیستم به شما بگم باید به مسیح ایمان بیاورید. هرگز هرگز هرگز، ایمان آوردن به مسیح یک انتخابه، بعدش یک افتخار میشه برای شما، اما ما اینجا نیستیم. ما آنچه که چشیدیمو داریم به شما میگیم. قبلا هم عرض کردم حیف ایرانی ها مسلمان باشن و وای به اون روزی که ما ببینیم هموطنان عزیز ما آمده دانسته و ندانسته توی خیابون‌های خارج از ایران، توی اروپا به طور خاص و نیز کانادا، آمریکا، استرالیا، دسته‌های همون دسته‌هایی که بر علیه محمد رضا شاه بود و کشور ما رو به اینجا کشید و این خرافه اومد، خرافه اومد. عزیزان چرا بی برکتی در کشور عزیز ما ایران هست؟ چون به جای خدای حقیقی که یهوه است، الله پرستی، حسین پرستی، علی پرستی کردیم. این شد نتیجهش. تا کی میخوایم این کار را کنیم؟ دست برداریم لطفا، خواهش میکنم. و مواظب خودتونم باشید، من اینو تهدید نمیگم، مواظب باشید. جایی که شما رد پا برای نظام اسلامی باز میکنید، تو اون کشور که هستید مواظب باشید دولت هاشون شما رو چگونه نگاه میکنن. از کجا معلوم که رد پاها رو میبینن به شما میرسن که دنبال خرافه هایی هستید که خود نظام اسلامی هدفش هستش. در مزمور 30 آیه 7 اعلام میکنه خداوندا تو بر من لطف داشتی. خدا به ما لطف کرد که ما نابود نشدیم، ما خوراک این باور دروغی اسلام و عرب نشدیم. یک زمانی توانستیم به یک اندیشه برسیم، هرچند آلوده افکار ما نیز متاسفانه ثمرش امروز شد. اعلام میکنه خداوندا تو بر من لطف داشتی و از من مانند کوهی استوار پشتیبانی نمودی که نابود نشدیم. ولی مواظب باشید نابود نشیم. اما وقتی رویت را از من پنهان کردی، وقتی دیدی که من بت پرستی میکنم، بر سر خود میزنم، خرافه پرستی میکنم، مرده پرستی میکنم، دشمن پرستی میکنم، پریشان گشتم. و داریم میبینیم ملت ما پریشانه. خواهش میکنم اون بلایی که به سر خودمون تو کشور عزیزمون ایران آوردیم توی سرزمین های دیگه نیاریم. ببینید کسایی که به دنبال حسن و حسین و علی حسن چگونه رفتار میکنن، نه مطیع قرآنشون هستن، نه باور اسلامیشون هستن. اونها نیز بازم میگم دنبال رد پایی هستن که درست کنن برای نظام اسلامی که به خیال دروغینشون، همونطور که میخوان اسرائیل رو بگیرن، بگن ما کاخ سفید رو میخوایم حسینیه کنیم. هموطن عزیزم هوشیار باش. با سپاس فراوان از مدیر شبکه یک آقای همایون عزیز، شهرام همایون عزیز و اتاق فرمان آقای یاسر عزیزم و تک تک شما عزیزان، عزیزان این رو بدونیم تا ما بر نخیزیم درخشان نمیشیم، کشور ما آزاد نمیشه. در تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به دستان پر فیض مسیح میسپارم. فیض خداوند با شما عزیزان باد. صدات میزنم نجاتم بده از تو این هم همه دعا میکنم با دو دست حقیر دلم لک زده واسه آغوش تو چه بارون تندی تو چه
چشم منه. چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو، دلم بس به دعا.